اگر روشن شد که قرآن اشرف و ما فی الکونه و اعلا ما فی دائرت الامکانه قهرن قلب همچه موجودی لا یغاس به شیئی و یاسین قلب چنین قرآنیست. سر این جهت چیه؟ اون چه این سوره را قلب قرآن کرده چیست؟ دو مطلب مهم. مطلب اول اینه که روح و قلب دین، خلاصه میشه در سه کلمه، مبدأ، معاد، واسطه بین المبدأ و المعاد. پس اتاره میشه قلب دین در توحید، نبوت، معاد. و این سوره سوره ایست که محور سوره این سه امر: توحید، نبوت، معاد، که انشاءالله اگر خدا توفیق داد روشن خواهد شد که در این سوره چه غوغاییه از مباحث معرفت الله و مباحث مربوط به حشر و نشر و معاد و مباحث مربوط به وحی و نبوت. اینه که این سوره قلب قرآنه. جهت دوم، این عالم قلب داره، لکل شیء قلب. این حدیث بحریست از معرفت. خود کون مجموعه کیان دارای قلب، اون قلب کون چیه؟ قلب کون انسانه. قلب انسان با عقل، این انسان که گفته میشه الان که قلب عالم امکانه، باید دانست چیه این انسان. انسان قلب عالم امکانه، نه زید، نه امر، انسان.
بعد باز بیان امام این دعامت الانسان العقل، اون چه که انسان به او انسانه چیه؟ عقله. اون عقل وقتی شد عقل کل از این طرف، کل العقل از اون طرف، اون موجود میشه قلب عالم امکان و عقل کل، و کل العقل خاتم النبیینه، چون مراتب عقول همچنین بالا میره تا میرسه به مرتبه نبوت، از نبوت به رسالت، از رسالت به اولوالکتب، از اولوالکتب به اولوالعزم، منتهی میشه به خاتم، بعد اساره میشه تمام این عقول جزئیه در وجود خاتم، قهرن میشه او قلب عالم امکان. خوب اینجا بحث باید تمام بشه. در دایره من شد قلب شخص خاتم، در دایره ما شد قلب سوره یاسین. یاسین کیه؟ یاسین شخص خاتم النبیینه، چون این سوره سوره اوت، قهرن میشه قلب ما، خود او شد قلب عالم امکان. سوره او که سوره یاسینه و اسم او که خود یاسینه، سر لوحه قلب دایره ماست. این سر دوم که این سوره قلب قرآنه.